سلام، وقت بخیر. سرخط خبرها. استفاده از شیوه بایومتریک در انتخابات، تلاش کمیسیون مستقل انتخابات برای برق‌سازی این روند. واکنش ها از بحر توشه قانون ثبت احوال نفوذ، فرمان رئیس جمهوری بی حرمتی به مجلس نمایندگان و افزایش بودجه نظامی چین در برابر تهدیدها، بیجینگ 7% بودجه نظامیش را افزایش داد. با پیشکش مجموعه خبری تلویزیون جهانی خورشید با شما خواهیم بود. شنبه 14 اوت 1305 هجری خورشیدی برابر است با 4 مارچ سال 2017 میلادی. من سعید فرید صنایع هستم. کمیسیون مستقل انتخابات در رایزنی با شرکت جهانی اسمارت متیک به منظور برقی ساختن روند انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها در کشور است. سخنگوی این کمیسیون می افزاید بر بنیاد این طرح رای دهنده می تواند با استفاده از روش بایومتریک رایش را استعمال کند و نسبت به سیستم پیشین رای دهی این روند کم هزینه است. امید دولت‌زاده با شرح بیشترین خبر. حکومت از استفاده احتمالی شناسنامه برقی در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها خبر می دهد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات می کشد با روی کار کردن شیوه بایومتریک روند رای دهی در کشور را کم هزینه و شفاف سازد. سخنگوی این نهاد می افزاید. یو ماشین د تپغه کې باندې رای ورکون کې ګوت اخیستل کېږي دوم سیستم چې سکینر سکین هغه د یا مینوتور سیستم دلته د موږ پیشنهاد دلته به صرف د موږ کاندید عکس وي یعنی به سواد هم کولای شي چې موږ د خپل کاندید عکس باندې کلیک وکي. باورها بر این است که استفاده از شناسنامه های برقی در انتخابات هنگام عملی خواهد شد که حکومت تنها به افراد واجد شرایط شناسنامه توزیع کند. فقط په لومړي قدم کې هغو کسانو ته چې د رای ورکولو حق لري یعنې د 18 کاله او د 18 کلونه لوړو عمرونه لري دغو ته په لومړۍ مرحله کې توزیع شي ډېر کم وخت به واخلي او موږ به وکولای شو په انتخاباتو کې د دوی څخه استفاده وکړو. امروز رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز به گونه رسمی به کارش آغاز کرد. او زه امیدوار یم چې راتلونکي ټاکنې به موږ او د تاسو په خپل همانګي او ښه کوارډینیشن سره یا په مرسته سره ان شاء الله ز د افغانستان خلکو ته هم دا ډاډ ورکوم چې راتلونکي ټاکنې به ډېرې ښې ولرو. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات در نخستین روز کاریش هشدار می‌دهد که هیچ فردی نمی‌تواند در این نهاد به تعصب قومی و زبانی بپردازد. هر کسی اجازه نمی‌دهم نمی‌دم که در کمیسیون انتخابات سر موضوعات قومی و لسانی و سمتی و غیره دامن بزنند. اگر چنین چیزی با مشاهده رسید دیگر آب کمیسیون نخواهد نوشید. برای مانع شدن از تقلب در انتخابات پیشرو کار در مورد دو طرح بنیادی مشمول استفاده از شناسنامه های برقی و کاربرد دستگاه بایومتریک جریان دارد، اما تا هنوز روشن نیست که حکومت روی کدام روش کار می کند. رئیس جمهوری کشور باید فرمان تقنینی خود را مبنی بر تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ لغو نماید. جنبش دفاع از قانون می‌افزاید تعدیل این ماده از سوی رئیس جمهوری بی حرمتی به تصمیم مجلس نمایندگان و برخلاف قانون اساسی است. از سوی هم هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید با آغاز کارشان در مورد تعدیل این ماده در نشست عمومی تصمیم خواهند گرفت. زبیولا دورندش با جزئیات بیشتر. رئیس جمهور غنی در نشست هفته پیش کابینه افسون بر توشیح قانون ثبت احوال نفوس ماده 6 این قانون را نیز تعدیل کرد. فرمانی که 2 سال پیش از سوی شورای ملی با حذف واژه‌های دین، ملیت و قوم تصویب و تایید شده بود. اکنون توشیح این قانون جنجال‌های را برانگیخته است. جنبش دفاع از قانون این حرکت رئیس جمهوری کشور را بی حرمتی در برابر تصمیم‌های مجلس نمایندگان می‌داند. آقای رئیس جمهور فرمان تقنینی خیش را لغو و احترام به قانون مصوبه مجلس نمایندگان که متشکل از نماینده های تمامی مردم هست نماید. من فکر میکنم جز قومی نگری، جز نگرش های استبداد طلبانه، جز نگرش های توتالیتاریسم و دیکتاتور ماوانه چیز دیگر را در بر ندارد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز مخالف توشین قانون از سوی رئیس جمهوری اند. در صورتی که ما قانون ثبت احوال نفوذ داریم،
نیازی به صدور فرمان تقنینی وجود نداره. اگر چنین فرمان هم صادر شود، از نظر قانون بیهوده و باطل است. پیش از این رهبران حکومت این تصمیم را برگرفته از دیدگاه عمومی شهروندان کشور دانسته بودند. هر شی سره نه ده احساسات نظر نه تصمیم نیوله سی او نه دات چگی. حکومت داری په تعمل بانده کیگی، په تعمق بانده کیگی، په عمیق فکر بانده کیگی. یک تعداد نظرات افراطی که هست و شاید هیچ وقت به قناعت رسیده نتانیم، اما عموم به می طرحی که آمده بود برای تعدیل قانع هستند. بیره خبر خوش انشاءالله تلقی میکنند. هیئت اداری مجلس نمایندگان این کار رئیس جمهور را خلاف قانون نمیداند. قانون اولا به اجرا گذاشته شود، بعدش باز پیشنهاد تعدیل بیاید، ولی همین کار نشد. بله این مرحله نشد، ولی بازم به صورت صریح بر اساس استفاده از مواد قانون اساسی را یک خلاف قانون نمیشه تلقی کرد. این قانون دو سال پیش از سوی رئیس جمهوری کشور توشیح شده بود، اما به دلایل نامعلوم روند توزیع شناسنامه‌های برقی به تأخیر افتاد. حالا دیده شود که با آغاز کار شورای ملی آیا بار دیگر نمایندگان مجلس موافق تعدیل این قانون خواهند بود و یا نه. عوض کردن فرماندهان پلیس ولایت ها تأثیر مثبت در تامین امنیت ندارد، بل باید برای برقراری امنیت اصلاحات کلی در وزارت امور داخله به میان آید. آگاهانه مسائل نظامی این موضوع را در واکنش به تبدیلی فرماندهان پلیس کابل و چند شهر دیگر بیان کردند. وزارت امور داخله دلیل به میان آوردن این تبدیلی ها را آوردن تغییر در اوضاع امنیتی پنداشته است. احمد شکیب محمدی گزارش می دهد. تغییر فرماندهان پلیس از بهر تامین امنیت. وزارت امور داخله با تازگی 5 فرمانده پلیس مشمول فرمانده پلیس کابل را عوض کرد. حسن شاه فروخ به عنوان فرمانده پلیس کابل، توریالی عبدیانی به حیث فرمانده پلیس پکتیا، اکرام الدین سره فرمانده پلیس بغلان، غلام محی الدین فرمانده پلیس نورستان و عبدالرحمن رحیمی که پیشتر فرماندهی پلیس کابل را بر عهده داشت به حیث فرمانده پلیس ننگرهار گماشته شدند. در کنار این محمد سالم الماس به حیث رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل، گلاقا روحانی به حیث فرمانده پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی و محمد حمیدی نیز سمت رئیس مبارزه با فساد اداری را از آن خود کردند. توقع وزارت امور داخله و رهبری وزارت امور داخله است که با آمدن تغییرات قمانم صاحب از ابتکارات خود کار بگیرند، استفاده بکنند تا وضعیت تغییر کند در چگونگی مبارزه با جرایم، در مبارزه با تروریسم و با شیوای خودشان و تجاربی که دارند از یک ولایت به دیگر با انتقال تجاربی نابتنند که خوبتر و با مسئلت بالا کار کنند. اما آوردن این تغییرات می تواند تاثیر مثبت در برقراری امنیت داشته باشد. کسانی بودند که هیچ خدمتی در یک جای نکرده، اما از یک جای تبدیل شده به جای دیگه. پیشنهادهای این است که وزارت داخله باید به جای آوردن تغییرات اصلاحات را به میان آورد. ما با تغییر و تبدیل در فرماندهی های امنیه و در جاهای اساس دیگری به هیچ وجه نمیتونیم تامین امنیت بکنیم، الا اینکه ما فساد را گم نکنیم، الا اینکه سلیقه را از میان نبرداریم. پیش از این سخنگوی ماموریت پشتیبانی قاطع نیز گفته بود که علت خدمات نادرست امنیتی در افغانستان ضعف فرماندهی است. سخنگوی ماموریت پشتیبانی قاطع میگوید برای جلب توجه بیشتر بسیاری از گروه های خرابکار زیر نام داعش فعالیت میکنند. وی میافزاید نیروهای ماموریت پشتیبانی قاطع در صورت مواجه شدن با داعش در سراسر افغانستان این گروه را سرکوب میکنند. داعش پس از طالبان گروه دیگری که بار نبرد تازه را بر دوش نیروهای امنیتی کشور تحمیل کرده است. اما سخنگوی ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان باور دارد که بسیار از گروه‌های جنایتکار زیر نام گروه داعش فعالیت می‌کنند. با باور من در سراسر افغانستان برخی از گروه‌های جنایتکار ادعا می‌نمایند که جنگجویان داعش هستند. آنان می‌خواهند با استفاده از نام این گروه توجه بیشتر را به فعالیت‌هایشان جلب کنند. مقام‌های آمریکایی صلاحیت آماج قرار دادن داعش را هنوز هم دارند. در هر کجای این سرزمین در صورتی که با جنگجویان داعش مواجه شوند، آنان را بازداشت و یا هم سرکوب می‌نمایند.
از سوی دیگر گفته های نیز وجود دارد که طالبان به والی کندوز پیشنهاد صلح و همدستی با حکومت را برای رویارویی با این گروه دادند، موردی که سخنگوی والی کندوز نیز آن را تایید میکند. پیام والی نامنهاد طالبا و برای والی کندوز توسط شورای عالی برام شورای صلح یافت میشه در کندوز که اونا فعالیت در بخش صلح دارن، این پیام توسط امی شورا صورت گرفته. اما آگاهان نظامی پیشنهاد صلح طالبان با حکومت محلی کندوز را راهبرد تازگی جنگی این گروه برای شکستن روحیه نیروهای امنیت کشور می‌دانند. من فکر می‌کنم که وعده ها و نوید های به اصطلاح طالبان در عمل بسیار ضعیف خواهد بود. در واقع میتونه نظامی های ما را یا به اصطلاح دولت مردای ما را یا در بخش امور سیاسی بازیایی را که فعلا از لحاظ سیاسی مذاکرات صلح بین طالب و دولت افغانستان اینا صرف وقت گذرانی هست. در همین حال وزارت دفاع ملی حضور داعش در ولایت کندوز را رد می کند. ما خوب فکر نمی کنم که در ولایت کندوز داعش باشند. ای در ما فکر می کنم یک شایعات است. کندوز از جمله ولایت‌های ناامن در شمال کشور است. پیش از این نیز مقام‌های محلی این ولایت گفته بودند روسیه در این ولایت طالبان را کمک تسلیحاتی می‌کند. روش جنگی تازه طالبان رخ نکردن در صفوف نیروهای امنیتی است. ولی کندوز می‌افزاید این گروه توان رویارویی با نظامیان کشور را ندارد و از این رو با روش‌های تازه جنگی متواصل شده است. فرمانده پلیس کندوز نیز از ایجاد کمربندهای امنیتی در اطراف شهر خبر می‌دهد. روش تازه‌ای طالبان در نبرد با نظامیان کشور در کندوز، ولی این ولایت از نفوذ طالبان در صفوف نظامیان کشور ابراز نگرانی می‌کند. د خپل شوم اهداف لپاره باید دوی په امنیتی ارګانونو کې هم نفوذ پیدا کړي، ولی دوی ډېری حالې وزلې کړې دي. خوشبختانه هر څوک چې دوی ګمارلې دي د دې شوم هدف لپاره زر تر زره انشاءالله کشفی ارگانونو پا خپل فعالانه ونده تر سرکلی گرفتار سویجی. والی کندوز پیش از این نیز از تلاش های مسکو برای تجهیز طالبان سخن زده بود، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه این مورد را رد میکند. گزارش ها در پیوند به همکاری روسیه با طالبان در کندوز بی‌بنیاد است. روسیه تلاش میکند این گروه را وادار به پیوستن در روند مصالحه ملی افغانستان کند. هنوز هم وضعیت امنیتی این ولایت شکننده دانسته میشود، اما فرمانده پلیس کندوز از تدابیر جدی برای تامین امنیت سخن میزند. در گذشته بعضی خلایی که موجود بود که او خلا باعث ازی شد که دشمن دخول اجرا بکند در شهر کندوز، فعلا او خلا رفع شده. هم کمربند امنیتی شهر، هم پلان دفاعی شهر و هم نیروهای ریزرو که با وقت و زمان بتونه کمربندهای امنیتی شهر حمایه بکنه و دفاع مطمئنانه از شهر بکنه افراز شده و هم ایجاد شده. حکومت از تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از سقوط کندوز خبر داده است، ولی شورای ولایتی کندوز از کنترل 80% جغرافی این ولایت توسط طالبان سخن میزند. 80% شهر کندوز هم متصرف طالبان باشه و حتما نفوذ خود هم دارند و بعض نقاط که است مانند زاخل اینجا اکثرتشان ایتو براتان بگویم که یعنی طالب نمایا هم بودن دیگه سنی چپرما و بعض نقاط بسیار نزدیک به شهر هم طالبان هستند. پس از بسته شدن گذرگاه های پاکستان بر روی افغانستان، نگرانی ها از ناامنسازی گذرگاه های شمال کشور بیشتر شده است. با باور مسئولان محلی کندوز، ISI در تلاش ناامن ساختن این ولایت برای قطع راه های مواصلاتی است. تطبیق نشدن بیشتر ماده های قانون اساسی در کشور عامل بنیادی نقض حقوق بشری است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزایند ناامنی ها در کشور عامل دیگری است که سبب نقض حقوق بشری شده است. اما فعالان مدنی از کارکرد حکومت انتقاد کرده و شهروندان را ابزاری برای تامین منافع حکومت و هراس افغانان می داند. گیتی رحیمی با جزئیات بیشتر. بر بنیاد قانون اساسی حکومت مکلف به تصمیم قوانین حقوق بشر در کشور است، چیزی که به باور مسئولان این نهاد حکومت خود ناقص آن قوانین دانسته می شود. جانب زورمندا و کسایی که در داخل دولت بودند اتفاق افتادند و بعضی کسایی هم هستند که روزمره نقض حقوق بشر را انجام می دهند و متاسفانه اقدامات مؤثر بر علیه از اونا صورت نگرفتند. ما
با تلاش‌های زیاد موفق به گرفتن دیدگاه ریاست جمهوری نشدیم، اما آقای محمودی وضعیت بانوان و کودکان را نگران کننده پنداشته و عمده‌ترین عامل آن را حاکم نبودن قانون در کشور می‌داند. من در کشور بودیم، شاید خشونت علیه اطفال در کشور بودیم. این در کل یک تصویر از وضعیت حقوق بشری در کشور ترسیم میکنند. در این حالش در همین حال آگاهان سیاسی گفتند شهروندان کشور ابزاری برای تامین منافع حکومت و هراس افکنان شدند. حقوق بشر در یک جامعه پرسان شود که در روی بشر من حیث انسان ارزش خود داشته باشد. انسان افغانستان به عنوان ابزار جنگ است و خود افغانستان هم کشتارگاه جوانان افغانستان است. فعالان مدنی باورمندند در هیچ وضعیت شهروندان کشور از حقوق بشری برخوردار نبودند. نه تنها که قتل، بلکه فقر، مسائل اجتماعی کلش مشمول مفهوم حقوق بشر میشه. مثلا ما امروز زیر خط فقر زندگی میکنیم. این می سببی از این میشه که حقوق بشری ما نقص میشه. باشندگان پایتخت با انتقاد از حکومت میافزایند کشوری که شهروندان آن همه روزه گواه مرگ و حمله های خونین باشند، تامین حقوق شهروندان آن به هیچ روی ممکن نیست. در افغانستان حقوق بشر اصلا در ذهن اکثریت مردم خطور نمی کنه و دلیلش هم این است که این نقض شده از طرف جنای مقابلشان. ما به گفته افلاطون که میگه قانون هر چقدر که خوب باشه و مفید باشه، اما به دست اشخاص نااهل بیفته، مفیدیت قانون از بین میره و قانون خودش باعث مشکل برای مردم میشه. مسئولان کمیسیون حقوق بشر همچنان گفتند در صورتی که دولت حمله های گسترده هراس افکنان را مهار نکند، غیر نظامیان سال دشواری را در پیش خواهند داشت. باشندگان ننگرهار ادامه بسته بودن دروازه ترخم را نگران کننده می دانند. برخی از باشندگان و فعالان مدنی این ولایت در گرد همایی از اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مجلس انتخاب می کنند. آنان به این باورند که این نمایندگان در حل مشکلشان توجه نمی کنند. همکارم عزیز وطنوال از ننگرهار گزارش فرستاده است. پس از بسته شدن دروازه ترخم روی رفت آمد مسافران، اعتراض‌ها نسبت به این کنش پاکستان به گونه روزافزون افزایش یافته است. موضوعی که در پیوند بان حالا برخی از فعالان مدنی و باشندگان این ولایت در گردهمایی از خاموشی اعضای شورای ولایتی و مجلس نمایندگان انتقاد میکنند. بری دل راغلی استو که تاسو زمون په درد او په غم باندې دوانه شلی، تاسو زمون په مرز باندې دوانه شلی. کابل کې چې یو سړی مریضیږي سرته اورته ودرېږي چې خدای خیر چې مړ میشي. هرچند این اعتراض کنندگان از اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مجلس خوشنود نیستند، اما موقف گیری حکومت در برابر پاکستان را می ستایند. من د پاکستان په حکومت دا غږ کوم چې که تاسو چیرته په دې فکر کې اوسیږئ چې په دغه سي شوم اهداف به تاسو وشي کولای چې زمنګ احساسات زمنګ هیلي او امیدونه ضعیف کړي، خدا ستاسو اشتباه ده. این فعالان و باشندگان هشدار میدهند اگر به خواستهایشان که امان و باز شدن دروازه ترخم است رسیدگی نشود، به اعتراضهای مدنیشان به گونه گسترده ادامه خواهند داد. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. چین برای بالا بردن نیروی نظامی خود در برابر هر گونه مداخله های خارجی بودجه نظامی سالانه خود را 7% افزایش داده است. بر میده گزارش ها سخنگوی کنگره ملی خلق چین گفته است که کشورش خواهان حل مسالمت آمیز اختلاف های ارضی با همسایگانش است، اما همزمان با این باید بتواند از حاکمیت، منافع و حقوقش دفاع کند. این در حالی است که بودجه نظامی چین در سال گذشته میلادی با 138 میلیارد دلار میرسد، اما در برابر بودجه 530 میلیارد دلاری آمریکا اندک به نظر میرسد. نشست 8 روزه در مورد بحران سوریه بی‌نتیجه پایان یافت. گرچه طرف‌های درگیر در این نشست نتوانستند به توافق مهمی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه دست یابند، اما درباره ادامه گفتگوها تاکید کردند. استیفن دیموسترو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در خصوص سوریه ابراز امیدواری کرد که نشست‌های بعدی نتایج خوبی در پی داشته باشد. و روابط میان انقره و برلین در چند روز گذشته به تیرگی گرایده است. بر میده گزارش ها چند روز پیش پس از اینکه پلیس ترکیه یک روزنامه‌نگار ترک تبار آلمانی را
بازداشت کرد و برلین نیز سخنرانی دو وزیر ترکیه در جمع ترتبارهای آلمان را لغو نمود. روابط دو کشور پرتنه شده است. در تازه‌ترین مورد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آلمان را متهم به کمک رسانی به هراس افغانان کرده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد. باز هم خوش آمدید. در سال آینده بیش از 233 پروژه توسعه‌ای در بخش‌های گوناگون به ارزش بیش از 208 میلیون دلار در سراسر کشور عملی خواهد شد. مسئولان نهادهای اقتصادی حکومت در نشست خبری افزودند هیئت بلندپایه وزارت‌های فواید عامه، احیا و انکشاف دهات در ولایت‌های غربی کشور سفر کرده و از بهره‌برداری و آغاز چندین پروژه توسعه‌ای خبر دادند. مسئولان وزارت انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی نشست را در مورد سفر وزیران این سه نهاد به ولایت‌های غور، بادغیس و نیمروز و همچنان دستاوردهای این مقام‌ها برگزار کرده بودند. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات در این نشست می‌گویند قرار است در سال پیش رو بیش از 208 پروژه را در ولایت‌های گوناگون کشور به ارزش بیش از 57 میلیون دلار آمریکایی عملی کنند. در ولایت‌های بادغیس، غور و نیمروز 932 قریه را در مرحله اول برنامه میثاق شهروندی تحت پوشش قرار بده و این پروژه در سکتورهای مختلف از طریق برنامه میثاق شهروندی تطبیق و عملی میشه. وزارت فواید عامه میگوید در هفته گذشته کارهای ساخت و جدایی حلقه‌ای زرنج را به هزینه 993 میلیون افغانی و 5 پروژه جاده سازی مشمول جاده میدان هوایی زرنج را آغاز خواهند کرد. فعلا در کنار اینکه ما شهرهای جدید را می‌سازیم، توجه جدی و در پلان اول وزارت فواید عامه حفظ و مراقبت اساسی شهرهای عمومی کشور است. در این صندوق وجهی از حمایت‌های جامعه جهانی، از بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از پول دست داشته مردم به اندازه وضعیت اقتصادیشان استفاده شود تا ما بتانیم مسکن پایدار به صورت قابل استطاعت بر مردم افغانستان در شهرهای مختلف بسازیم. به گفته این مسئولان هدف از سفر مقامهای وزارت فواید عامه، احیا و انکشاف دهات و شهرسازی و مسکن بررسی اوضاع ولایت‌های غربی که کم توسعه یافتند بوده است. با آنان تلاش می‌ورزند در سال‌های پیش رو پروژه‌های بیشتر توسعه‌ای را در آن ولایت‌ها عملی نمایند. فرمانده گارنیزون کابل میگوید این نهاد به گونه جدی در بازداشت افراد وابسته به مافیای زمین تلاش می‌ورزد. وی که در مراسم امضای تفاهم‌نامه گشایش پارک صنعتی باریک آب کابل سخن می‌زد، افزود در یک سال گذشته گارنیزون کابل از غصب نزدیک به 50,000 جریب زمین در پایتخت جلوگیری کرده است. با امضای تفاهم‌نامه میان اداره توسعه اقتصادی زون پایتخت و شرکت‌های خصوصی، روند سرمایه‌گذاری در پارک صنعتی باریک‌آب ولایت کابل امروز به گونه رسمی آغاز شد. مسئولان این نهاد می‌گویند در پارک صنعتی باریک‌آب جای برای 1,000 کارخانه مد نظر گرفته شده است و نزدیک به 200 میلیون دلار از سوی بخش خصوصی در این پارک سرمایه‌گذاری خواهد شد. پدک از اون که تقریباً 100 هغه فابریکی لپاره مزکی بیشل کیگی کوم یو چیز مونږ ګاونډي هیوادونو کې د کار او فعالیت زمینه ور باندې تنگ شوې ده او د هغو افغان پانګوالو پر شړلو زموږ ګاونډیان لاس پورې کړی. در همین حال فرمانده گارنیزیون کابل در این مراسم میگوید زمین های دولتی از سوی زورمندان غصب می شود که در پست های بلند دولتی کار می کنند، اما این نهاد پس از این در بازداشت غاصبان زمین درنگ نمی کند. در جلوگیری از غصب جایدادهای دولتی و گرفتاری عاملین آن و حمایت از پلانگذاری شهری در کابل و انکشاف زون پایتخت تا پای جان انشالله در جهت حفظ منافع ملی کشور و مردم خوش صادقانه استادگی نموده نمیگذارم تا مافیای زمین به اهداف شومیشان برسد. در این نشست مسئولان اداره تدارکات ملی میگویند در تصویب بودجه این گونه پروژه ها به شدت تلاش میکنند و در کمتر از 2 سال گذشته بیش از 2,000 قرارداد را به ارزش 292 میلیارد افغانی امضا کردند که در این میان 260 قرارداد آن به ارزش 123 میلیارد افغانی مربوط پروژه های زیربنایی بوده که پروژه پارک صنعتی باریک آب نیز مشمول آن است. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود.
و این هم چند رویداد ورزشی از افغانستان و جهان. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین دیدار مقدماتی جام جهانی 2017 در ورزشگاه ترانگوی مالزیای میزبان را 5-3 در هم کوبید. همایون آشنا با شرح بیشتر. ساحلی بازان کشور در یک دیدار حساس از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2017 که چاشت امروز به مساف تیم ملی فوتبال ساحلی مالزیای میزبان رفته بود، توانست میزبانش را در نخستین دیدار 5-3 شکست دهد. ملی پوشان کشور در این رقابت‌ها بهتر درخشیدند تا نتایج خوبه برای تیمشان کسب کنند. در این بازی حضرت گل باران، سمیع الله محمدی و رؤوف قادری برای افغانستان گلزنی کردند. تیم ملی فوتبال کشور در ادامه این رقابت‌ها فردا نیز به مساف تیم ملی فوتبال ساحلی چین می رود. و هفتمین دور رقابت‌های جهانی اسکی با پیروزی اسکی باز افغان در ولایت بامیان به پایان رسید. این رقابت‌ها که در فاصله 1000 متری میان 80 ورزشکار از کشورهای افغانستان، استرالیا، سوئیس، زلاند نو و آمریکا راه اندازی شده بود، به سود اسکی بازان افغانستان پایان یافت. و این هم وضعیت هوایی فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. با پایان سرویس خبرهای از ساعت 6 رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.